در روزنامه‌های پیج دیم آیس جنوان و 11 میلیون بیننده به سمت رسیده است. مادری در حین فیلم برداری از بازی پسر خورد سالش عکس جنی عجیب را نیز گرفته است. اعضای خانواده میگویند از سال 2011 تا به امروز بنجامین روز به روز با خود و دوست خیالیش بیشتر صحبت میکند و میگوید جن کوتوله هنوز در خانه است. نشریه ندای ایران به تاریخ مرداد ماه 1383 در شماره 209 مصاحبه با یک مرد جنگی را منتشر کرد. روزنامه ایران در شماره 4928 به تاریخ 9 آبان ماه 90 در صفحه 23 از عشق جادویی جن به یک زن گفته است. باشگاه خبرنگاران جوان 7 آبان ماه 94 به کد خبری 53740075 از کشتن جنی در یکی از روستاهای مسجد سلیمان خبر داد. در 21 تیر ماه 83 در شعبه 17 دادگاه خانواده کرج زوجی درخواست طلاقشان را به قاضی اکبر طالبی اعلام کردند. زن مدعی شد که جن‌ها به شکل گربه‌های غول پیکرگه بر روی دو پا را می‌روند، در خواب با او ارتباط برقرار می‌کنند و آنقدر او را کتک می‌زنند که از همسر خود جدا شد. اگر موجودی در این اتاق هست، حضورش را اعلام کنید. همون بچگی با این چیز خوب خیلی آشنا بودیم. میشه هر کس که میگفتم گفتن اوهام و خیالاته، ولی خب من واقعا حسشون میکردم که هستن. اینکه حمله میکنن بهشون رو کاملا حس میکردن. میدیدم، حسشون میکردم، بهشون چیزایی پرت میشده. بعد مریض شدم، جوری که انقدر عصبی میشدم تحمل حتی مثلا صداگریه بچه رم نداشتم. عصبی میشدم سرم به دیوار میکوبیدم. من فکر نمی کردم که خب انقدر بشه محسوس اینا رو باشون در ارتباط بود، ولی خب دیگه بعد از اون اتفاقی که بر خودم افتاد دیگه خیلی جدی گرفتم این قضیه رو. اگه ما فقط بگیم به صرف چند تا مشاهده یک پدیده ثابت میشه، اگه اون مشاهدات مبنای علمی داشته باشن درست، ولی اون مشاهدات اگه مبنای علمی نداشته باشن، از سر خیال و تخیل و فکر و اینجور چیزها باشه، نمیتونیم بهش اعتماد کنیم. خیلی موقع اتفاق میفته، حالا یا فکر و خیال زیادی دارم یا آرامش اعصاب ندارم، ترس میاد سراغم. صدا میومد از حموم، حمومشم توی حیاط خلوت بود. میبینم یه چیز تو حموم جابجا میشه، دوش آب باز میشه. میترسم، واقعا میترسم که برم. یه مدت تو اون خونه من 3 ماه بیشتر نتونستم زندگی کنم واقعا. منم تا یه تایمی باور نداشتم تا وقتی که خودم صدا رو شنیدم. صداشو میشنیدیم، صداهاشونو میشنیدیم، وقتی میگفتیم میگفتن گربه است. اون شبی که صداشو شنیدم، خب خودم صداشو شنیدم و متوجه شدم که صدای گربه نیست. من و دو تا دخترم میشنیدیم، پسرم و همسرم، وقتی میگفتیم واقعا میخندیدن. من یه تایمی خیلی میخندیدم بهشون. بعد تقریبا یه 3-4 ماهی طول کشید بعد از اینکه خیلی خواهرمو مسخره میکردم، میخوابیدم یه صدایی میشنیدم، انگار صدای بطری آب و فشار میدادن و رفت و آمد میشد و اینا. هی پا میشدم میشستم همینجا، اونجا میخوابم. از زمانی که غروب میشد، یعنی تقریبا بعد اذان دیگه غروب میشد، شروع میشد تا اذان صبح. و اینکه یه سردردهای خیلی شدیدی گرفتم، رفتم دکتر، یه دوره بهم دارو داد. الان دیگه نه صدا رو میشنوم نه چیزی احساس میکنم. احساس میکنم اینا همش تلقینه، یعنی با اینکه به من گفتن دیدی سرت اومد، ولی بازم من اون داروها رو خوردم یه ماه، الان چیزی نمیبینم واقعا. تنها بوده، ایزوله بوده و یک دفعه ممکنه یک صدایی که بشنوه اون صدا رو یه جور دیگه تعبیر بکنه، یا ممکنه یک صدایی رو بشنوه، مثلا صدای قطره آب رو، اون صدا رو به صورت صدای یه حیوانی تفسیر بکنه تو ذهنش، یا یه صدای ترسناکی براش بیاد. دخترم میبینه، ولی خب من نمیبینم. حساسیت به درد
من نمیدونم، ترسیم ندارم. سایه هاشون رو میدیدیم. سایه دوتا موجوده مثلا اینقدر روی درخت میشستن. موجوداتی که زندگی میکنن ولی به دلایل ویژگی های جسمانیشون دیده نمیشن، کمون که ما خیلی چیزهای دیگر رو نمیتونیم ببینیم. انسان هایی هستن که سلول های چشمشون حساسیت بیشتری داره، مثلا میتونن نورهای زیر قرمز رو ببینن یا نورهای ماورالبنفش رو هم نیز ببینن، به خاطر اینکه توانمندی شبکیهشون یا سلول های شبکیهشون بیشتره. حالا ما نمیتونیم بگیم که مثلا چون ما نمیتونیم ببینیم پس همچین پدیده‌ای وجود نداره. چرا؟ هستن کسانی که میتونن ببینن، یا مثلا گزارش‌هایی شده از کسانی که میتونن اجسام رو از پشت دیوار ببینن، یا مثلا آب رو در اعماق زمین ببینن. ما خیلی از صداها رو نمیتونیم بشنویم. آستانه شنوایی ما از یه مقدار تا یه مقدار رو میشنوه. اگر از اون مقدار بالاتر باشه نمیشنویم، از اون مقدار پایین‌تر باشه نمیشنویم. میگوین من خبر ندارم، شاید جز همین خرافات باشه. خب صداشون رو میشنیدیم، خیلی شبا دعوام کردن. دعوای زن و شوهرها چطوره؟ اون حالتی، حالت مثلا ستیزه با هم حرف میزدن، ولی به راحتی میشد تشخیص داد که این صداها عادی نیست. اگه اونجا صدایی باشه، اون موجود ماور طبیعی وجود داشته باشه، اون موجودی که میگن، خب بقیه هم باید بشنون صداش رو یا باید ببینن اون رو. هیچی ندیدم، نه سر و صدایی شنیدم، نه چیزی دیدم. فقط اینو تعریف کردم، منم گوش کردم. نه باورم نمیکنم، واقعیت. حالا ما به صرف این که ما نمیتونیم یا در اطراف ما کسانی نیستن که بتونن این مشاهدات رو داشته باشن، نمیتونیم بگیم که این مشاهدات وجود، این پدیده ها وجود نداره. هر چی که شما با صحبت کردن یا با دلایل منطقی بخواید بهش صحبت کنید، مطرح کنید که خب ما این صدایی که شما میشنوی رو نمیشنویم، یا این موجودی که شما میگی رو ما نمیبینیم اون لحظه، اون فرد هیچ قبول نمیکنه. امیدوارم ببینید، تجربه کنید. چون خب کسی تجربه نداشته باشه سخته باورش. حالا ما هم میتونیم حرفهای زیادی در مورد جن بگیم یا بشنویم یا مشاهدات مردم رو ببینیم، بگیم بشنویم، بگیم که آره اینجور چیزها هستند، ولی اینکه واقعا بخوایم اون رو از نظر علمی ثبت کنیم، نیاز به ثبت علمی داره، نیاز به اندازه‌گیری اون پدیده داره. اختلال جنون همزمان یا جنون خانوادگی هست که بهش میگیم شیر سایکوتیک دیلوژن یا اختلال جنون مشترک. معمولا یک فرد دامیننت یا قالبی در اون خانواده وجود داره، اون یه سری عقایدی رو داره و اون فردی هست که اول اون دوچاره حالا هذیان، توهم یا این موارد میشه و بعد این فرد میتونه باعث بشه که افراد دیگه که تو خانواده هستن به اصطلاح تحت تاثیر قرار بگیرن. مامان کاملا باشون در ارتباطه. فرد غالب یا فردی که اون هذیان غالب رو تو خانواده آورده باید جدا بکنیم. مام پاشه برو خونه، خب مام بزرگ زندگی کن. اونا رو با خودت آوردی اینجا. معمولا اینا عضو یه خانواده هستن و شایع‌ترین موردی که وجود داره مادر و فرزند، زن و شوهر و خواهر با خواهر هست. وقتی مادر نمیتونه جلو بچه‌شو بگیره، یه موجود خیالی بزرگتر و ترسناکتر میسازه از خودش، چون خودش یه مقدار میترسونه و به نتیجه نمیرسه، انتصاب میده بون. اما خب مادر دوست داشتنیه، وقتی دوست داشتنی باشه و از اون موجود خیالی صحبت کنه، خواه نخواه این اتفاق میفته که بچه بشه، چه بخواد چه نخواد اعتقاد پیدا کنه. موارد object relation میگیم، اتوریته و یا اون تحت نفوذ بودنش مطرح هستش. دقیقا شب احیا بود، ما اومدیم اینجا با دوتا بنده خدایی توی زنده دعوامون شد، برگشتیم خونه. فقط یه لحظه بودم برگشت، تکیه کرد به در اتاق، مامان جن گفت. ماما رفتم پنجره رو باز کنم، یه چیزی دستمو گرفت که مامان نمک داد و به هم، بعد گریه میکردم. بعد مثلا اون شب من دیگه نرفتم تو اتاق خودم بخوابم. زهره یکی دو شبی نمیتونست تو اتاقش بخوابه، شاید دو ماه پنجرهمو اصلا باز نمیکردم. اگر میخواست بخوابه من گفت اول به پنجره رو ببند، بعد در اتاقش هم دیگه مطلقا نمیبست. صبحش بیدار که شدم دیدم مثلا مامان اینا دارن با مامان با زهرا داره صحبت میکنه، پرسیدم که چی شده، که مامان گفت مثلا اونی که دیدی چه شکلی بود، گفتش که این شکلی بود و این اندازه بود و ماما اینطوری بود، یه صورت گرد پرمویی داشت
دستاش دستای آدمیزاد بود، ولی خب خیلی کوچیک‌تر بود. خیلی خیلی پرمو پشمالو بود. یعنی مثلا نمی‌دونم لباس تنش نبود، ولی خیلی پرمو پشمالو بود. موهای دور صورتش سفید، ولی صورتش اصلا مو نداشت. صورتش اصلا مو نداشت. چشماش هم فقط یادمه، چون فقط به دستمو که گرفت به چشماش نگاه کردم، چشمای خیلی درشتی داشت. نمی‌دونم چشماش خوشگل بود. بعد خندید به زهرا، گفت دیدی گفتم همونه، که گفتم چی شده و اینا، گفتش آره اومد به خوابم. خب تو خواب دیدم دم یه موجودی روی درخت نشسته، من رفتم پنجره رو باز کنم یا ببندم، دیدم داره نگاه میکنه. گفتم ببخشید شما دختر من ترسوندید، همینطور یه حالتی که اصلا رو در رو دارم باهاشون صحبت میکنم. گفتش که ما واسه اذیت و آزار نیومدیم، فقط اومدیم بهش یه هشداری بدیم. ایشون امروز حرمت خونه خدا رو شکستن. مسجد خونه خداست. ایشون برای مراسم احیا رفته بود، ولی خب حرمت شکسته، دعوا کرده اونجا. ما فقط داشت اومدیم هشدار بدیم به خاطر که رفتارش رو درست کنه. که انسان خودش برای خودش، برای تربیت خودش لولو خورخوره میسازه، غیب میسازه. توی ادبیات فولکلوری که ما یه قصه هست به نام قوز بالا قوز. آدم قوزی میرفت حمام، برخورد میکرد به عروسی جنها، در اونجا میگفت و میرخصید و شادمانی میکرد، قوزش از رو دوشش برمیداشتن. قوزدار دیگه میرفت که بزن و بخند و شادمانی کنه تا قوزش از رو دوشش بردارن، حال اتفاقا در مجلس عزای موجودات پوشیده قرار میگرفت. ناراحت میشدن، قوز قبلی میذاشتن بالای قوزی، میشد قوز بالا قوز. این حرفش این بود، در شادی مردم شادی کن، در غم مردم آگاهی داشته باش، غمگین باش، وگرنه یه قمی بر قمها تفسوده میشه. خطاهای بینایی مثلا بهش میگیم ما ایلوژن. خوابیدم، خیلی خسته بودم، یعنی اومدم دیگه سریع افتادم خوابیدم. که خسته باشید، استرس داشته باشین، یا اینکه روز سختی رو گذرونده باشین که اینا ممکنه محرکا باشه، تو تختتون خوابیدین، بعد یه نوری بیفته اونو فکر کنید مثلا یه موجودی هست. اون توی اتاق میخوابید؟ خواهرم هم اونور روبروی در میخوابید. بالا سرمو نگاه کردم، احساس کردم یه چیزی، یه حجمی نشسته بالا سرم. هی مثلا پلک میزنم و خب واقعا یادمه. قشنگ یادم. سرش همیشه روبروی در اتاق بود. یعنی من نگاه میکردم و بغل میدیدمش. چشمم بستم دیگه هم باز نکردم. از خواب پریدم. ها بیدار شدیم، بعد از ظهر با خواهرم صحبت کردیم. نگاه کردم باز، احساس کردم یه چیزی بالا سرش نشسته. یه حالت اینطوری چون باطنه زدم، میگن چی میگن تو اون حالت. بعد یه ذره اومدم به خودم، یه چشم سرم رو که بلند کردم دیگه ندیدمش. و خب منم خب فکر میکردم خواب و بیداریه، خب شاید خواب دیده باشم، و میدیدم خب زهرا بیداره، بیدار بوده و اینو دیده. همونطور که گفتم شیر سایکوتیک دیلوژن، یا اینکه بهش میگم فولی فامیل یا فولی استیمیولی، و جنونهای دوتایی، ستایی و مواردی که وجود داره. ببینید انسان اسیر تنهایی خودشه. یعنی حتی وقتی آدم توی آدم‌ها زندگی می‌کنه یه نوعی تنهاست. من خودم به شخصه الان بعضی وقتا غروب تو خونه تنها بودنی واقعا خیلی وقتا ترس میاد سراغم. می‌مونم الان برگردم نشسته رو صندلی، یا مثلا رو تشک مثلا نشسته، یا یه گوشه وایساده. حالا اگر این آدمی که اسیر تنهایی خودشه در یک مکان گسترده وسیع تنها قرار بگیره، تو کویر، رو دریا، توی جنگل، خواه‌ناخواه این تنهایی رو بیشتر حس میکنه و میخواد تنها نباشه، میخواد بگه که هستن، دور و بر من هستن. لذا شروع میکنه برای خودش موجودات خیالی ساختن. این موجودات خیالی که میسازه، یه بار میشه پری دریایی که نصف بدنش ماهیه، نصفش انسانه، یه بار مثلا میشه دیو، یه بار در ادبیات کودکان میشه لولو خورخوره. برای هر چیزی سعی میکنه دلیلی پیدا کنه تا از این تنهایی فرار کنه. کاملا گسسته شده از جامعه و میره برای خودش یه گوشه زندگی میکنه، با خودش صحبت میکنه و دیگه اون ارتباطش رو با جامعه از دست داده. هری برای ما شاعرها خیلی خوبه. تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی؟ مرحوم آذری یزدی یک
معشوقه خیالی داشت به نام پری. وقتی میرفتی خونش خیلی سرحال قرار میگرفت، داد میزد پری بیا آقای رحمان‌دوست اومده مثلا پذیرایی کن. پریش کجا بود نمیدونم، نمیتونست تنهایی خودشو تحمل کنه. خرافات خیلی با مسئله روانشناسی میتونه در هم تنیده باشه، خیلی رو هم اثر بذاره. در حالی که همین الان خرافات هست. من همین مهر ماه گذشته کنار یکی از خیابونای برلین دیدم که یه سنگایی میفروشن که شکل روش عکس کفش دوزک نقاشی شده. گفتم این چیه؟ گفت خوشبختی میاره. سنگ شانس. اینجور موارد هست. امروز دنیای اروپا پر از خرافات مدرن، پرستش‌های عجیب و غریبی، خودکشی‌های دست جمعی عجیب و غریبی بر اساس خرافات دارن. خیلی عجیب و غریب. توی تیمارستان‌ها دیوانگان رو به زنجیر می‌کشیدن. زنجیر می‌کردن یا اینکه یه جا زندانیشون می‌کردن. کتکشون می‌زدن. آب و غذا نمی‌دادن. می‌گفتن بعد این جنی که در درون حلول کرده بیاد بیرون. شیطان روح خبیثه وجود داره و باید اینها رو ما به میخ بکشیم. وقتی کشف نشده بود و انسان ها نمیتونستن نادانی خودشون رو بپذیرن، هر نادانسته خودشون رو به یک موجود خیالی ساخته شده باور پذیر انتقال میدادن. سینوه طبیب مغز رو یه سوراخی میکرده که میگفته اون روح شیطانی از مغز بره بیرون. حالا دیگه اینو نمیگن، حالا میگن این بیماره. یه درمانی وجود داره و دیگه نیاز نیست حالا برم به جنگیر و فالگیر و اینجور موارد مراجعه کنم. بردارم ازدواج کرد، پدر خانمشون دعا نویس بودن. این کاری که مثلا دعا می نوشتن مثلا از چند نسل قبل دست به دست چرخیده بود، بهشون رسیده بود. مادر بزرگی من تعریف میگم، گفت آقا سید خدا بیامرز با زعفرون بعد توی تایم خاصی روز خاصی که براش مشخص بود، نه اینه که صبح میری با خودکار بعد میگم برو فلان کار کن، اینو بگیر بسوزون رو شعله، بگی بسوزون چیز بشه، خب که چی بشه. من اصلا قبول ندارم. اون میگفت با چوب زیتون چهارشنبه ساعت 4 صبح، جمعه هم 4 صبح دعایی که میخوایم بنویسیم با زعفران نه با خودکار آبی. اون نمی‌نوشت، ساعت داشت رو نمیشه. ولی خب ایشون یه موکل داشتن از بین ایشون که خب مثلا بعضا دیده بودنشون. من بچه بودم 6-7 سالم بود دیدم. آره یادمه دقیقا رو اون دیواره بود، تصویر روی دیوار افتاده و صحبت میکرد. دیوار منم دیدم، دیوار سه مامی روی دیوار افتاده از ایشون که باشون که صحبت میکردن، حتی حرکت های دهنشون رو میدید. ولی خب به اون چهره که خیلی ها میگن وحشتناک و اینا نه، چهره خوشتیب عکس قشنگی داشت، خیلی خوشتیب قشنگ بود. ریشو بود اونی که من میدیدم که رو به کنار اینطوری وایستاده بود، به پهلو بود، یه کتابی هم زیر دستش بود، زیر بغلش بود که حالا اون آقا سید خدا بیامرز میگه موکلمه، اینم قرآنه چون مسلمونه موکلمه. آقا سید بهشون گفته بوده که مثلا مادرم نظر کرده هستن. سر کتاب باز کردن گفتن که احتمالا شما از بچگی نظر کرده اینا هستی. علتش خیلی چیزا میتونه باشه، میتونه مثلا یه علاقه قلبی نسبت به شما دارن یا شاید تنفر دارن که این اتفاق واسه تون میاد که میگی حالت خفگی به هم دست میده و اینا. من شما دست من میادونم صدای مامانم میاد، هی میگه بسم الله بسم الله، بعد دستش تکون میخوره تو هوا. دستاشونو میبینم، با دستم لمس میکنم دستاشونو، هول میدم که خفه نکنن، اصلا مثلا در حالت خفگی بهم دست میده. گذاشتم وقتی باهاشون بیشتر رابطه بود که ازشون سوال کنم که علتش چیه که اینجا اذیت میشن. شاید اصلا اونا نیستن. یه سری مواردی هست بهش میگن سودو کامیونیتی. مثلا یه چیزی لمسش میکنه یا یه چیزی رو میبینه و اون فرد ممکنه که برای اینکه خودش بتونه اینا رو توجیه کنه تو سیستم روانی خودش میاد یه سری هذیان‌ها یا توجیهاتی رو برای خودش ممکنه بیاره. میگه مثلا خب ممکنه که این چی باشه؟ جاید بختک باشه. البته اینا که من خدمتتون میگم خیلی ناخودآگاهه و در آنکانشس فرد هست. نه من هیچ مشکلی از لحاظ اعصاب ندارم، دارو هم مصرف نمی کنم. یه ما هم خوردم خودروشوی خوبم،
واقعا من چیزی حس نمی کنم. الان 3 ماه هیچ صدایی نمیشنوم. حتی اون صدایی که میگم احساس میکردم دارم بطری آب و فشار میدن، اونم دیگه نمیشنوم. سکوت کامل خونه وقتی که من میخوام بخوابم. ولی قبلا صبح بیدار میشدم، شاید تو کل شب 2 ساعت میخوابیدم. ولی بازم میگم جن نبوده. کسی که یه سری افکار هذیانی داره ممکنه که مکانیسم غالبی که توش وجود داره دیدن انکار هست. من بهش میگم، به من میگه بازم میام سراغت بهت میگم. جنسیت خیلی مهمه، دیدن در خانوم ها بیشتر هست این مسئله، و در افرادی که از لحاظ روانی خیلی تحت فشار بودن. من قبلا دارو مصرف میکردم، من داروهای افسردگی هم مصرف میکردم قبلا، ولی خب چه قبل اون چه بعد اون، الان من خب چند سالی هست داروی افسردگی مصرف نمیکنم، ولی همچنان اتفاقا میفته. حالا داروی ضد افسردگی، داروی ضد روانپریشی، همونطور که گفتیم دارو میتونه عوارض داشته باشه. بعضی از افراد بوده که اومدن گفتن که خب مثلا این که بعد اینکه دارو خورده کبود شده بدنش، کبودی بدون مثلا به جای ضربه بخوره، اینا تو خواب کبودی، نمیدونم زخم اینا روی بدنشون بوده. وقتی نمیدونستن که مثلا زن زائو در اثر کمخونی هر چی دچار چه بیماری هایی شده، براش یک دلیل میتراشیدن. میگن که بیماری اختلال افسردگی بعد زایمان، در زمینه اختلالات روانپزشکی سابقه افسردگی بوده، ممکنه حالا میگن که اون فردی بوده از لحاظ روانی حاملگی سختی رو داشته، یا اون ساپورت لازم حاملگی از خانواده یا همسرش دریافت نکرده، یا اصلا زمینه در روانی داره. این فرد خانومی که زایمان میکنه بعدش میخواد به بچهش آسیب بزنه، یا میگه مثلا این بچه بچه شیطونه. ما میگیم که جنون بعد زایمان گرفته اون خانوم واقعا. اون مادر ممکنه بالش بذاره بچه رو خفه کنه. جن رو واقعا به صورت علمی میشه اثباتش کرد یا نه؟ خب این نیاز به یک سری آزمایشات داره. چون نتونستیم ثابتش کنیم پس نیست؟ نه، من اینو قبول ندارم. باید بگیم ما نتونستیم ثابتش کنیم پس ابزارهای ما محدوده، پس ما علم بیشتری لازم داریم برای اثباتش. وسیله دیدنش رو نداریم، کما اینکه قبل از میکروسکوپ وسیله دیدن میکروب رو نداشتیم. اصلا ما باید ببینیم که این جنی که داریم ازش صحبت میکنیم توی چه بعدی هست، چند بعدیه، توی واقعا ابعاد دنیای سه‌بعدی ما وجود داره یا توی یک دنیای دیگه وجود داره. اگه توی دنیای دیگه هست چجوری میتونه بیاد توی دنیای ما؟ چه میدونم جن چیست؟ اگه من میدونستم جن چیست که دیگه مشکل جن ها حل شده، مشکل ما هم حل شده بود. هیچ کس نمیدونه جن چیه. ذرات داخل پروتون که به اسم بوزون ها مطرح هستند، معادلات مکانیشون با بیشتر نیاز به متغیرهای بیشتر از متغیر داره. روی این حساب پس اونها در یک دنیای فراتر از سبود دارن زندگی میکنن، و این دنیای فراتر از سبود چجوری در دنیای سبودی ما جمع شده؟ آیا اون دنیای سبودی جوری مچاله شده، کپسوله شده، جمع شده، بعد که انرژی یک پروتون آزاد میشه، یک اتم انرژیش آزاد میشه، اون ذرات چی میشن؟ وقتی توی شتاب دهنده دوتا ذره رو به هم، دوتا پروتون رو به هم برخورد میدن، اون ذرات متلاشی میشن. این ذراتی که در واقع توی دنیای بیش از سبود هستند در یک لحظه آشکار میشن و در یک لحظه میرن. کجا میرن؟ هست یه چیزایی هست که نیست. اما تصور این که یک دنیای 10 بعدی واقعا توی دنیای 3 بعدی وجود داره خیلی مشکله. معادلات فیزیک کوانتوم میگن که این ذرات در یک دنیای 10 بعدی دارن زندگی میکنن و وجود دارن و هستند. جن یعنی پوشیده. وقتی پوشیده باشه کسی سرشو باز نکرده ببینه چیه. واقعا نمیتونم. امروزه میگن شاید در کرات دیگر هم موجودات دیگری با شرایط دیگری وجود داشته باشن. قرار نیست که همه زنده ها به آب و هوا و خورشید احتیاج داشته باشن. شاید زنده هایی هم باشن که بدون آب و هوا و خورشید با یه چیزای دیگه زنده باشن. همونطور که نمیتونیم عدم وجود هوش های فرازمینی رو انکار کنیم، هرچند اگه هوش های فرازمینی بودن حتما با ما ارتباط برقرار میکردن توی این هزاران سال، ولی خب از کجا معلوم که با ما ارتباط برقرار کردن مایی وجود نداشتیم؟ بعد اونا از خودشون پرسیدن که آیا موجودات غیر از ما هم وجود دارن؟
از کجا معلوم که اونها همین سوالات رو از خودشون نمیپرسن؟ هنوز کشف نکردن. ما هم تنها موجودات زندگی کننده بر روی این کره خاکی نیستیم. این مسلمه. بله ممکنه زندگی هم بکنن، کنار ما هم هستن. ولی دنیاشون جداست. استوانه رو در نظر میگیریم، استوانه سه‌بعدیه. طول، عرض، ارتفاع. بعد با یک تیغه، یک چاقو، یک برشی روی این استوانه بزنین، استوانه رو ببرین. پس اون سطح برش یک صفحه میشه یک دنیای دوبعدی. این استوانه از بی‌نهایت دنیای دوبعدی تشکیل شده. هر برشی روی این صفحه یک خط به ما میده. میشه یک دنیای یک بعدی. آیا وجود داشتن چیزها به شناختن ما نسبت به اون چیزها برمیگرده؟ یعنی وقتی ما یک چیزی رو بشناسیم آنگاه وجود دارد؟ نه، قاعدتا اینطوری نیست دیگه. چرا باور میکنم هست، ولی خب من نمیبینم. از لحاظ مذهبی بهش اشاره شده که حالا مثلا جن وجود داره، حتی تو قرآن هم ذکر شده. اعتقاد من به این است که جن هم هستن، موجوداتی هستن که زندگی میکنن مثل همه ما. حالا اینا رو قبول دارم، نمیگم کلا وجود نداره، ولی من میگم تو این خونه وجود نداره. یه چیزی پشت سرت بود. چیزهای زیادی وجود دارن که ما نمیشناسیمش. ما نمیتونیم جن رو انکار کنیم، نمیتونیم بسیاری از پدیده‌های فراطبیعی رو انکار کنیم. از لحاظ علم روانپزشکی مسئله که بخواد به جن یا روح یا این مسائل باشه واقعیت اینه که پرداخته نشده. میشه نگم دیگه؟ استرس گرفتم. باشه، الان تمام میشه. باش. من مامان میگفتش میترسم حرف بزنم، الان همین الان تازه رسیدم بهشون، ترس افتاد تو دلم. بسه دیگه. چون ندیدم حقیقت و افسانه زدم. بس کن، باز کنم دیگه. این صحبتی نیست. این ما رو امروز جن زده کرد پسره. خب